سرخط مهمترین خبرها. نه د گاونډیانو او نه بل چاته د ضرر رسولو په نیت پیل شوی دی. هر ورځ بدون لکم موجب نه په ایران او پاکستان کې زموږ په سلګونو مهاجرین چې په هغو کې ښځې او اطفال هم شامل دي نیول کېږي او بندیخانو ته اچول کېږي. Women were the hardest hit by me. Incoming Hamas rockets. سلام و وقت بر شما بخیر. به مجموعه خبری این ساعت با من طیبه صدیقی از یک خوش آمدید. امروز چهارشنبه برابر است با 19 میزان سال 1402 خورشیدی. مشروع خبرها. محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع و شیر محمد عباس استانگزی معین سیاسی وزارت خارجه در مراسم گشایش فاز دوم کانال قشت پمی گویند که امارت اسلامی در حق همسایه ها در مورد آب دریای آمو تجاوز نخواهد کرد. در همین حال ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس وزیران در این مراسم گفته که هدف از ساخت کانال قشت پ ضرر رسانیدن به کس نیست، بلکه یگانه هدف از این پروژه خودکفایی و استفاده از منابع طبیعی است. این گفته ها در حال صورت میگیرد که فاز دوم کانال قشت پ امروز با حضور مقام های ارشد امارت اسلامی در ولایت بلخ گشایش یافت. په دې کې دا سنجول شوې ده او سنجول کېږي به چې هغه به هیڅ د کوم ګاونډي هیواد په ضرر او تاوان باندې نه وي. هغوی باید د تشویش احساس ونه کړي. د آمو سیند څخه چې کومه استفاده اوس موږ غواړو چې وکړو، دا په مراتبو زموږ تر حق کمه ده او موږ به هیڅکله هم هغه حقوق چې په آمو سیند کې زموږ ګاونډي هیوادونه لري پر هغه باندې تجاوز ونه کړو او د چا په حق کې به مداخله ونه کړو. از آب آمو طور استفاده نخواد بکنه که در حقوق از اینا مداخله شد و اینا تشویش در ایران نداشته باشند. ما به هر نوع مذاکرات و به هر نوع مجالس دیپلماتیک و سیاسی در این مورد حاضر هستیم و ما در کوشش و پی امی هستیم که روابط خود هنوز با کشورهای همسایه بالخصوص کشورهای شمال کشور ما مستحکم بسازیم و روابط خوب و مستحکم سیاسی، اقتصادی و امنیتی هم رایشان داشته باشه. نه ده گواندیانو او نه بل چاته ده ضرر رسولو په نیت پیل شوی دی، بلکه وازنه موخه یې د افغانستان سرلوړي د افغانانو ځان بساینه او د افغانستان له طبیعي زیرمو څخه په ښه توګه استفاده کول دي.
موږ د افغانستان په بدوله کې ټول متحد یو، که نظام ملګری دی او که ولس ته یو موټی یو لاس به ان شاء الله رحمان تاسو چې په داسې او اخلاص باندې په کلک عزم اراده باندې لکه د ډېرې لوړې ژورو نه چې د ډېرو مشکلات نه خدای پاک افغانستان را بچ کړو، نن بیا ودنولو کې موږ تاسو د دې شاهدان و انشاءالله. برنامه توسعه سازمان ملل متحد و ژاپن امروز از دست خط یک پروژه دو ساله به هدف توانمندسازی بنوان افغانستان در سکتور خصوصی در 7 ولایت کشور خبر داده است. تاکوشی اوکادا سفیر ژاپن در افغانستان میگوید که هدف این پروژه ایجاد فرصت‌های مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی بنوان و زیرساخت‌های اجتماعی است. نماینده مقیم برنامه توسعه سازمان ملل متحد میگوید که بنوان در افغانستان در برابر حقوقشان از جمله تحصیل و کار دچار افت شدید شده و محدودیت مشارکت بنوان در نیروی کار و اقتصاد در افغانستان سبب آسیب پذیری ها در سراسر جهان می شود. گفتنی است که 10 میلیون دلار برای حمایت بیش از 1000 زن که شامل فراهمسازی امکانات حمایت ظرفیت سازی و توانمندی اقتصادی بنوان در ولایت های کنر، لوگر، قندهار، زابل، بغلان، کندوز و کاپیسا می باشد. This project will build on our previous support and women were the hardest hit by the شیر محمد عباس استانکزی معین سیاسی وزارت امور خارجه با اشاره بر وضعیت اخیر مهاجران افغان و بازداشت آنان در پاکستان میگوید که اسلام آباد به هدف فشار سیاسی و اقتصادی بر امارت اسلامی مهاجران افغان را اخراج میکند. معین سیاسی وزارت خارجه میگوید در عرصه دیپلماتیک امارت اسلامی در طول دو سال گذشته دستاوردهای چشمگیر داشته است. در همین حال مقام های ارشد وزارت دفاع و امور داخلی امارت اسلامی در این برنامه تاکید کردند که از تطبیق تمامی پروژه های بزرگ در کشور پشتیبانی کرده و امنیت آن را نیز تامین میکنند. صفی ناصری گزارش میدهد. هر ورځ بدون لکم موجب نه
په ایران او پاکستان کې زموږ په سلګونو مهاجرین چې په هغو کې ښځې او اطفال هم شامل دي نیول کیږي او بندیخانو ته اچول کیږي. داسې کسان نیول کیږي مطبوعاتو کې دوی وایي چې څوک اسناد نه لري نیول کیږي، مګر داسې کسان شته تاسو یې وینئ ویډیوګانو راپورونه موږ ته چې ټول اسناد لري خو له اسنادو سره برالاوه نیول کیږي. موږ پوهیږو چې دا پروسه ولې شروع ده، د څه دپاره شروع ده. دا په دې خاطر شروع ده چې د افغانستان په اسلامي امارت باندې یو سیاسي اقتصادي فشار وارد کړي. موږ د داسې سترو پروژو خصوصا د ملي دفاع وزارت او ملي او اسلامي اردو چې ده د داسې سترو پروژو د تطبیق تر شا ولاړه ده او په خپل ټول توان سره به یې حمایت کوي، امنیت به یې ساتي او شته خنډونه به له منځه څخه وړي. ډېرې لوړې ژور نه چې د ډېرو مشکلات نه خدای پاک افغانستان را بچ کړو، نن بیا ودنولو کې موږ تاسو د دې شاهدان و. انشاءالله تدریجن به دغه کومو د افغانستان د آبادولو لپاره دغه شی نه دی مطرح په دې کې چې دا شمال دی دا جنوب دی دا مشرقي دی دا جنوب غرب دی، نه. مرکز زلزله نگاری ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که دو زمین لرزه پسین بار دیگر صبح امروز غرب افغانستان را تکان داده است. مسئولان محلی در ولایت هرات میگویند که در پی این رویداد یک تن جان باخته و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند. در همین حال صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل یونیسف میگوید که بیش از 90% کشته شده های این زلزله را زنان و کودکان تشکیل میدهد و برای رسیدگی به آسیب دیدگان این رویداد 20 میلیون دلار نیاز است. همزمان در ادامه کمک ها برای رسیدگی به آسیب دیدگان زمین لرزه پسین در هرات، اتحادیه اروپا، استرالیا، ازبکستان و امارات متحده عربی کمک کردند. په همدې تړاو د زلزلې رامنځته کېدو راهیسې ټیمونه سیمې ته رسېدلي چې په دغو ټیمونو کې د هیواد د ځواکونو د ملي دفاع وزارت، مجاهدین، د کورنیو چارو وزارت، د عامې روغتیا وزارت او نور دولتي ادارې او موسسو ټیمونه سیمې ته رسېدلي او له شته امکاناتو څخه په ګټه اخیستنې سره یې د لټون او ژغورنې د عملیاتو سره هممهاله د رسېدنې لړۍ پیل کړې. من فکر میکنم در قدم اول تلاش به این صورت بگیره تا کسانی که هنوز هم زیر خاک و یا آوارها گیر کردن اینا نجات داده شوه. در قدم دوم یک کمیته ساخته شوه یا کمیسیون ایجاد شوه تا نیازمندی ها اولویت بندی شوه در قسمت مواد اولیه، مواد غذایی، سرپناه و همچنان مدیریت کمک هایی که صورت میگیره اینا در اولویت قرار بگیره تا کمک ها درست مدیریت شود و تمام نیازمندی هایی که در ساحه نیاز است اونا اولویت بندی شود. We, along with our partners,
as well as primary health. وزارت امور خارجه اعلام کرده که روند چاپ و تازه گذرنامه برای شهروندان افغانستان در ازبکستان در شهر ترمز آغاز شده است. وزارت خارجه گفته که در تلاش است تا دسترسی شهروندان افغان مقیم کشورهای جهان و دسترسی شهروندان خارجی را به خدمات کنسولی ممکن و آسان کند. این در حال است که هزاران افغان مقیم کشورهای همسایه‌اند و روزانه ده‌ها تن به دلیل نداشتن مدرک‌های قانونی از این کشورها بیرون می‌شوند. دا چې په ازبکستان کې د افغانانو لپاره د پاسپورت اخیستلو یو څه سهولتونه برابر سوي دي. زه فکر کوم چې دا یو ډیر کوچنی او جزئي اقدام دی او پیشرفت دی. د افغانانو مشکلات تر هغه وخته پورې نه سي حلېدلی تر څو په افغانستان کې یو مشروع باثباته حکومت جوړ نه سي، یو همشموله حکومت نه وي، یو داسې حکومت چې د خپلو خلکو او د جهانیانو سره مشترکه ژبه ونه لري. شروع چنین برنامه ها از سوی وزارت خارجه افغانستان می تواند در ادغام بهتر در جامعه های جدید، افزایش فرصت های شغلی و بهبود شرایط زندگی مهاجران افغان در سایر کشورهای دنیا کمک بکند. شروع خدمات کنسولی افغانستان در کشور ازبکستان گام نیکی است، اما لازم است که این خدمات در سطح گسترده تری فعالتر گردد، چه در کشورهای منطقه و به خصوص در کشور ازبکستان، تا شهروندان افغان به این خدمات دسترسی بهتری داشته باشند. ادامه خبرها را هم پس از وقفه کوتاه دنبال کنید. و در مهمترین های امروز جهان هم بر بنیاد گزارش رسانه های بین المللی، نخستین هواپیمای حامل مهمات و کمک های نظامی آمریکا به اسرائیل رسید. با این حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از این اقدام آمریکا انتقاد کرده و گفته که این امر سبب قتل عام مردم غزه خواهد شد. از سوی هم ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ضمن متهم کردن مسکو به حمایت از حملات حماس به اسرائیل نسبت به منحرف شدن توجه جامعه جهانی از جنگ در کشورش ابراز نگرانی کرد و افزود که مطمئن است روسیه به طریق از عملیات‌های حماس در اسرائیل حمایت می‌کند. و افزود که بحران کنونی گواه این واقعیت است که روسیه واقعاً به دنبال انجام اقدامات بر هم زننده ثبات در همه جهان است. و همچنین رسانه های بین المللی از آغاز دومین دور تمرینات مشترک چین و عربستان سعودی تحت نام با تمرکز بر عملیات ضد تروریسم بیرون مرزی در جنوب چین خبر داده است. قرار است این تمرینات برای 3 هفته ادامه یابد. جزئیات بیشتر در بسته خبری.
این بود خبرها در این ساعت. ممنون از توجه و همراهیتان. بقیه وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.